بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت یکایک شما حضاران محترم که در محفل امشب که هفتمین سالی از جشنواره اهدای جوایز سالیانه می باشد تشریف آوردین تا در کنار هم از دستاوردهای ارزشمند جوانان و نوجوانان ما در عرصه تحصیلات و آموزش تقدیر نماییم و موفقیتشان را در کنار هم جشن بگیریم. بنده حبیب الله کریمی، یکی از اعضای گروه سبا، برایم بسیار جای افتخار است که در برنامه امشب ما شخصیت بسیار ارزشمند آقای استاد محمد اشرف زاهدی را در جمع خود داریم که با نیم قرن از مبارزه برای معارف، پیشرفت و ترقی یک جامعه در راستای ترویج دادن علم و دانش تلاش‌های مؤثری نموده و نتیجه‌های بسیار پرباری داشته که باعث تغییر یک جامعه شده است. استاد محمد اشرف زاهدی در سال 1329 هجری خورشیدی در یک خانواده مذهبی در قریه طبقوس جاهوری زاده شده است. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه دینی طبقوس و مکتب ابتدایی انگوری گذراند. تحصیلات متوسطه و لیسه را در لیسه سلطان مودود جاهوری به پایان رساند. سپس به دانشگاه کابل راه یافت و در انستیتیوت زراعت کابل تحصیل کرد و از همانجا فارغ تحصیل شد. در سال 1356 پس از پایان دوره عسکری به عنوان مأمور فنی در ریاست جنگلات و علفچرهای وزارت زراعت در کابل مشغول کار شد و دو سال بعد به عنوان مدیر زراعت به ولایت غزنی اعزام گردید. در سنبله 1360 وظیفه اش را ترک کرد و به زادگاهش طبقوس بازگشت و ابتدا در شفاخانه ملکی جاهوری در سنگ ماشه داوطلبانه شروع به کار کرد. در آن هنگام نصاب تعلیمی در جاهوری کاملا از هم پاشیده بود و تمام مناطق این ولسوالی مکتبهای دولتی بسته بودند. زاهدی با توجه به اهمیت تعلیم و تحصیل کودکان در صدد بازگشایی مکتبها برآمد، اما اقدام عملی کردن چنین کار بی نهایت دشوار و پرخطر بود، چون مردم به شدت مخالفت می کردند و رفتن به مکتب را با کفر و ارتداد یکسان می پنداشتند. اما زاهدی با تصمیم محکم، اراده استوار، در صدد احیای دوباره نصاب تعلیمی بود و توانست با یاری برادرش آقای شیخ خادم علی، زاهدی و شیخ استاد اکبری شروع به راه اندازی مکتبها کردند. ایشان توانست اولین مکتب را در جوزای 1361 مکتب ابتدایی سنگشانده که بعدها تبدیل به لیسه شد و با نام لیسه هدایت جاهوری مشهور شد را بازگشایی کند که در آغاز شاگردانی اندکی از صنف اول الی صنف چهارم در آن درس می‌خواند. پس از تثبیت اولین مکتب، آقای زاهدی به فکر گسترش تعلیم و تربیت فراگیر در منطقه افتاد و با به دست آوردن توافق شیخ عارفی از خرکوش دومین مکتب را افتتاحیه کرد که امروز با نام لیسه فیضیه شناخته می شود و در میان مخروبه های دکان های کتسنگ سرخوش در برج سنبله 1361 به سرانجام رساند که در ابتدا از صنف اول تا صنف چهارم در آن برگزار می شود. با وجود سنگ اندازهای زیادی از طرف مردم، گروه های نظامی و بعضی روحانیون و حتی تهدید به مرگ، باز هم استاد زاهدی از آرمان و تلاشهایش دست بر نداشت و توانست اومن مکتب را پس از مشورت با نمایندگان و ریش سفیدان سیقول
در سال 1367 مکتب وحدت سیقل را افتتاح کند که در آغاز از صنف اول تا صنف سوم را پوشش می داد. از لحاظ فراهم کردن بودجه و کمک های مالی، ایشان هر سال بعد از پایان سال تعلیمی در پاکستان می رفت و به شهرهای کراچی، پشاور، اسلام آباد و کویت ابتدا از مؤسسه های خارجی، مخصوصا مؤسسه FKA از جرمنی درخواست کمک و همکاری می کرد. در سال 1368 بعد از محدودیت های کمک های خارجی به ایران سفر نمود تا حمایت روحانیون و طلبه های منطقه را جلب کند و توانست تعداد کتاب های درسی و کتاب های برای مطالعه را از ایران فراهم نماید. حمایت طلبه ها و روحانیون تأثیر مثبتی روی اذهان عمومی جهت گسترش بیشتری معارف داشت. در سال 1383 بنا به دعوت مؤسسه FKA به جرمنی و فرانسه سفر کرد و در جریان مسافرت ضمن دید و بازدید از مراکز تعلیمی و فرهنگی تلاش کرد با مطرح کردن مشکلات ها و محرومیت های مردم همکاری و کمک های بیشتری را برای مکتب ها جلب نماید. بیداری و پشتیبانی مردم و تغییر شرایط نقطه آغازی برای تحول عظیمی در عرصه تعلیم و تربیت بود و روند مکتب سازی را در جاغوری شدت داد. حضور خیران مکتب ساز و همراهی و مشارکت مردمی باعث شد زاهدی با دلگرمی بیشتر و ساختن مکتب ادامه دهد و مکتب‌های را یکی پس از دیگری افتتاح نماید که شاملند از لیسه دخترانه شهدای تبخوس، لیسه دخترانه زینبیه چوب، لیسه دخترانه مزار بی بی، مکتب دخترانه وحدت سیقل، مکتب لخشک حیدر، حمایت و تحت پوشش قرار دادن مکتب البیرونی پیدگر، حمایت و تحت پوشش قرار دادن مکتب ابتدایی رئیس عبدالله خان قریه جودری، کمک‌های مادی و حمایت معنوی به مکتب خارتزک خوال و اعمار لیسه امام علی مرغ دولانه بابه. از سال 1380 به بعد کار مکتب سازی در جاغوری رشد و رونق چشمگیری داشت. مردم به اهمیت سواد و دانش آگاهی یافته بودند. تقریبا تمام مردم مناطق جاغوری به مکتب دسترسی داشتند. برای ریشه‌کن کردن کامل بیسوادی، ایجاد کورس‌های سواد آموزی برای کسانی که در گذشته فرصت رفتن این مکتب را نداشته بودند و شدت احساس می‌شد و استاد زاهدی که شرایط را برای مبارزه با بیسوادی مناسب می‌دانست اقدام به باز کردن کورس‌های سواد آموزی کرد و به کورس‌های سواد آموزی برای جوانان و زنان توجه بیشتری کرد و در سال 1381 کورس‌های سواد آموزی برای زنان در مناطق زیادی شروع به فعالیت کردند که شامل از 1-4 مرکز در قریه‌های زیر میباشد: قریه سنگشانده، سرتله، چوب، بدهزار، حیدر، تبخوس، سوبه، شنگروزی، غریبره، تنگی، چویبیگی، قادی، داله، پاشکولی، امبولاق، سفرپل، نوده سنگ ماشه، سرپل سنگ ماشه، کتسنگ، خرکوش، درنخون خرکوش، خارتزک، پاتو، اتکول و انگوری. رشد سریع و چشمگیر معارف در جاغوری نیاز ساختن ساختمان‌های جدید را برای مکاتب ها وجود آورد. چون ساختمان‌های موجود گنجایش روز افزون شاگردان را نداشت، بنابراین ساخت ساختمان‌های جدید ضروری بود که آقای استاد زاهدی نیز با همکاری مردم منطقه ساختمان‌های جدیدی را اعمار نمودند و به بهره برداری سپردند که عبارتند از اعمار ساختمان جدید لیسه هدایت، لیسه دخترانه شهدای تبخوس،
لیسه دخترانه چوبی بدرزار، مکتب متوسطه حیدر، مکتب متوسطه بسترانه وحدت سیقول، مکتب دخترانه وحدت سیقول، لیسه دخترانه مزار بیبی، لیسه بسترانه فیضیه، لیسه دخترانه فیضیه، لیسه البیرونی پیدگه، مکتب ابتدایی جودری و مکتب امام علی مرغ دولانه بابه. با توجه به این همه فعالیت ها می توان استاد زاهدی را بنیانگذار و پدر معارف نوین جاغوری نامید، زیرا او با بازگشایی لیسه هدایت و پس از آن تأسیس لیسه فیضیه و مکتب وحدت سیقول گام مؤثری را برای رشد و تعلیم و تربیت در سطح جاغوری را آغاز کرد و با توجه به این جوشش و مشارکت عمومی مردم هر منطقه به صورت داوطلبانه با جمع آوری پول از مهاجرین و مسافرین مقیم کشورهای خارج جهت ساخت و تأسیس مکتب در دیگر نقاط‌های جاغوری اقدام کردند که امروزه این ولسوالی در سطح افغانستان به عنوان یک ولسوالی علم دوست و معارف پرور شناخته می شود. بیش از این وقت شما دوستان را نمی گیرم، اجازه بدهید تا از کلام خود استاد بشنویم. از جناب استاد زاهدی خواهش می کنیم که در جایگاه تشریف آورده و ما را از تجربیات خود آگاه و بهره‌مند سازد. تشکر. شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نفسین. حاضرین محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واقعا خوشوقت هستم که خود را جمع شما میبینم. از اولتر از همه از بنیاد سبا سپاسگزاریم که بانی همچه مجالس شد، مجالس تشکیل داده و من در خدمت رسید، و همچنین از دوستانی که من را دعوت داده محفل قدردانی و سپاسگزاری به جامعه بود. حاضرین محترم، واقعا یک کشوری که ترقی نه به معارف از او کشور است، از طریق پیشرفت معارف او کشور ترقی نه. اما متاسفانه اگر در کشورها یا در مناطقی که معارف وجود نداشته باشد، منطقه پس مانده است. ما خلاص کوتاه و یک چی باعث شد که من بیست در بازگشایی مکاتب بیدیم در خدمت شما را دارم. در ولایت غزنی مأمور دولت بودم در زمانی خلقی خواه. کسی نمانده بود از هم قطاران من، یا اینکه بندی شده بود از طرف خلقی ها، نامگون بوده جسم درکش معلوم نبوده، و یا اینکه فرار کرده بود از غزنی. و من احساس کردم، احساس دویدنی که در این شرایط بودم مردم در حال جهاد است، جنگ با دولت، ما در دولت خدمت می خیانت کردیم. و دیگر این که در زمانی که من داره لیسه درس می خواندم، استادای ما زیاد داد از این می زد که شما از خون ملت تربیت شدیم، باید در خدمت مردم باشید. و این هم فکر می کنم که جنگ ادامه پیدا نه ممکن است زمانی که جنگ توقف پیدا کنم. باز ما و شما، مردم ما و نفرهای تحصیل کرده ضرورت دارند. به می اساس با وجدان خود در جنگ وجدان بودیم، در آخر تصمیم گرفتن که باید ما از فرق تر بودیم باید صحبه. در یک شب یکی از همکاران مرا از ساحل غزنی از طریق کشتزار از سرک رفتن نکرستم، از طریق کشتزار مرا بیرون کشید در خانه خود. خانهش از شهر کم فاصله داشت. شب در خانه از این نفر سپری کنیم، بعدا فردا ما رو بایسکیل تا یکی سه راه بود، بعد از مطب پیداشت ما طرف جاوری رو. و در می هدف بودم که ما برون باید در خدمت مردم قرار داشته باشم. در اون زمان یک دکتر کنم بشه برادرم بود و در اردو دکتر بود، قبل از نواز فرد ترکتر بود. بازی در شفخانی ملکی جاوری اجرای وزفه مکتر راستن پالویزی رفتم که با هم کار کنیم. مدت چند وقت با این همکار بودم در مریضان مجانی تداوی میکرد یا تا بس
قلعه ها سفر میکنه که در اون زمان دکتر خیلی خیلی کم بود به تو منطقه دوا پیدا نمشد واقعا مشکل ها خلاف البته منطقه جاوری آزاد چیزا بود در سال 13 اینجا باشد و در زیم لازو باز جاوری یکی در دکترهای MSF مربوط کشور فرانسه بود نام اندر خدمت کرد در مردم باز بر دولت راپور رفته بود که اینجا دکترهای خارجی است باز یک سو ما در سنگ ماشه بودیم که تیاره جیت پیدا شده نیکوار کاملا بمباری کرد که هایی که اونجا موضع مجاهدین بود بازی دکترها ورخطا شده در جایی که کار میکرد تر در تکو بالا شده دکترهای فرانسوی ما هم بازی دکتر در بازار سنگ ماشه کار میکرد با سوب دیگه شید همون کلوب همون جایی که دکترهای فرانسوی کار میکرد اونم بمباری کرد کاملا زرد خاک برابر کرد اما اون دکترها زرنگ بود پشکش بود خود هم باید مریضا کشیده بود باز چند روز تیر نشد بازار سنگ ماشه بمباری شد باز بمباری شد در ما شرایط کار دومیش بسیار قید شده بود جایی که ما کار نکنیم اونم تخریب کرد بازار بود ما از اونش برامدیم در موزاد بای اصلی که در قریه تبکوست در اونجا پیدا شده بود در اونجا باز در اونجا زمینه کار اونجا کمتر بود برای دکتر پای دکتر قریه اون مردم آز نمید و نیاز نبود که ما امرایزی باشم باز من رو چورت ماندم که باید ما چی کار کنیم باز خوشبختانه در این زمان برادرم که در دوران دولت خلقی البته در زمان شاید خبر داده باشن اکثر یا ولی ما رو دستگیر کرد نفرای مخبر پولیگی خلقی ها تا این روز برد گومسته برادرم بازدنی مردم ها رو مجبور کرد که باید تو وطن تر بیدیم در ایران رفتن حاضر شده باز از این که جاوری آزاد شده بود امنیت بود باز برادرم برگشت در سال 1360 اون آمده بود باز در بهار سال 1361 باز از اینکه ما در زمان تونس کار چیز نداشتیم با برادر مشوره کردیم باز خدا شاید برادر نمیر خم گفت که تو در دولت کار کردی در شعبه کار کردی اینجور زمین شعبه بسید مساید نمیشد تو در دولت کار کردی چی کار کنیم باز من تصمیم مکتب داشتیم که مکتب باید دوباره بازسازی شد باز برادر میگفت ما هم دنی هدف هستم زمان که من تو کوچه آمد ما آجی رسول یک از لیدرهای حزب اتحاد اسلامی بود وحدت اسلامی و حتی ببخشیم وقتی اتحادیه مجاهدین اسلامی او در کوچه دفتر داشتن باز با اونا تو مسخصه بود وعده دادا بود اگر خانیستیم شما مکتب به سطح منطقه باز کشایی کنیم ما کمک مادیش من کمک شما اما باز کردن مکتب در اون شرایط بسیار خیلی مشکل بود واقعا مشکل بود حتی در حیات یک نفر تأثیر گذار بود به خاطر از اینکه در دوران خلقی خلقی ها زیادتر از طریق مکتب فعالیت خود پیش بود اگر معلمین بود اکثر خلقی شده بود اگر آستر شاگرد ها کار ما شاگرد ها اکثر خلقی شده بود باز اینا رو وظیفه می داد که در خانه ها جاسوسی کنه برای راپور برای کس رادیو بی بی سی گوش نکنه یا فرزند کسی عروسی نکنه در اونجا به اصطلاح نام دیگه گوشتا تایی نکنه بر مردم شد کلانا معلوم است که چیزا رو تایی فرمان کاملا لغو کرد کس حتی درخت اجازه زیر نداشت درخت قطع کنه و دیگر اینکه در مناطق پشتونشین بدتر از حالت بود در اونجا مجاهدین افغان ها که پیروز میشد اولین کار رو که بلی مکتب حمله میکرد حتی سر اولاد رحم نمیکرد شاگرد های مکتب رو کشت معلی میرد که اصلا از گرسید بول نمشد و در این حالت شروع مکتب به اصطلاح واقعا یک چیز کاملا ناگوار بود مو کسایی که در مکتب اسکول خوانده بود دانشگاهی ها کسایی که مکتب دولتی خوانده بود در پیش ملت کاملا به عنوان کافر بودیم تقریبا بیبین ما پیش از ما میخوام فکر میکرد که اینا بیبینه و کلش خلقی است به عنوان از این خلقی است باز با ما اساس برادر مرکن همکاری و خودگذاری کرد و یک شیخ دیگر هم از اون رفقایش بود او هم زمینه ساخت و زمین شد که دستکار شده در قدم اول خواستن که اگه در شاگردان نامنویسی که حداقل شاگرد پیدا شده و یه باور کنیم که غیر کسانی که با ما خون شریکی داشت یا خوازده ما بود اون ما بشای خود لیش چی داد دیگر اصلا حاضر نشد بشای خود داد مطلب داخلی باز این کسی یک چند نفر تحصیل تر از جمعه یک دوازده پاس در اون منطقه بود یک دوازده پاس هم از لشکرگاه آمده بود یک استاد دیگر مثل تاکای هم بودون به قابل درس خانده بود اونتا دوری لیسیر تکمیل نکنه بودون به جاوری آمده باز همین معلمین ما
دستکار شدیم. برای اولین دفعه در منبر تنکوس اونجا مکتب خانگی بود که مولا اونجا دست میرد. بازم اونجا کسایی که نامش قبلا ثبت نام شده بود اون مکتب جمع شده بود. باز ما پار کنیم سر نام را سنت بندی کنیم سویه گرفتیم تا سنت چهار تقریبا شاگرد ما در اون مکتب مدرسه تنکوس داشت. باز قرار شد که از این منطقه ما انتقال کنیم در یک قریه که پهلوی ما بود که در اونجا تعمیر مکتب بود که در زمان داود جور شده بود. باید ما شما در جایش بودیم. باز این شاگردان از مدرسه کشید میکنش روی مدرسه لعیم که نمیادم تو منظم. باز این ملای مکتب که ملای منطقه بود یا آمد وضعیت دید از این شاگردان زومی اگه داشت شامل از این مکتب شده بود. بسیار حالت از این برهم خورد. باز دستای برادرم ادعا کرد که مکتبی که شما میسازید از این مدرسه چی برتری داره از این مدرسه دینی. مدرسه دینی همچون خود شما همچون خمینی ها مثل از این کسا از این مکتب دینی برآمده. اون مکتب که شما میسازید چی برتری. باز من اونجا از برادرم اجازه خواستم اگر شما ما اجازه ما هم برای خواست صحبت کنم. باز من گفتم که محترم آخون صاحب ما نگفته دانت به که مکتب ما برتری داره از این مکتب. ما احترام داریم به این مکتب. اما گرد در این جسته که یک قشر جوابگوی جامعه ما نیست. فرضاً روحانیت هست از این مکتب روحانی می براید، شیخ عالی می براید. دیگه وظایف با سنگین مسائل دینی است و خدمت در راه دین و اسلام است. اما ما و شما در شرط سادهش برش گفتیم. فرضاً ما و شما در منطقه و گلکار ضرورت داریم. با اینگر ضرورت داریم، نجار ضرورت داریم. پس یک نفر عالم نمیتونه که این کار را کش بکنه. باز گفتم در سطح بالا آگه بونیم. ما و شما به دکتر ضرورت داریم، به انجینیر ضرورت داریم، اقتصاددان ضرورت داریم. باز این یک صحبت کنیم آخونم چیز نکنیم. منطقه همین آقای تایید کرد با دزن از این شرکت کردیم طرف اصلی مکتب باید بریم. باز این سطح منظم شاگردار همین تر حرکت طرف مکتب راختیم. نارسته در مکتب وضعیت مولای از اون قره که مکتب در اونجا واقع داریم تعمیر مکتب بازی خود کنم درای ما انداخت باز ما دکوشی برادر این چیز کرد که این مرگوم راضی نیست شما مورین نینجی تو نارسته بر شما کلا مزایمت اجاب نکنم دیگه باز ما بسیار به تو ارخطام شدیم باز از این مستطانه رفتیم باز خوب بود از سنگ ماشم کسای آمده بود یک شیخ آمده بود دیگه از گرشن اون مکتب ها کاملا بیترف نگاه کنیم از مجایدی دوستان ما کشش میکردیم که از گروه ها دورتر نگاه کنیم مکتب ها باز رفت این مکتب وضعیت مکتب دیدیم که یک مخروبه تبدیل شده در بینش کاملا سنگ و سنفا و کلگه جای حیوانات و از این خاشه خودمان در یک از اون کاف بر کردن ایش کنیش نشقه مقصد هم روز به هر صورت مکتب را ما در اونجا بسیار به زحمت کنیم خلاصه اگر ما این تشریح تبار وقتی شما را زیاد میگیریم برای شما خدا کنه خسته کن تمام نشود بعد از اون که بیست کار شدن اولین اقدام که من کردم کار اساسی گرفتم فقط قانونی چون من در مدیریت کار کردم تمام قانون بر من معلوم بود اساسی و قانونی مکتب بیست کار شدیم اولین کتاب یازی و ترکتالی میشه زارز داری مکتب تجربه داشتیم در مکتب تجربه باز تشکیل مکتب درست کردیم بعد از این مکتب که روبراش با سنگندازی ها از حق زیادی را مداره مستقیم و غیر مستقیم تقریب میشیم توهین میشه خصوصا شخص خود مرام خلقی فرشنی کوشش بکرد از هر طریق چون من باید نامید اما ما در رویه خود با مردم چنان صمیمیت راستی من و دروغ ما با مردم برخورد کنیم کاملا راست تر کرد بکرد با مردم سوال کارم را کارم تر باش سکر با مردم خواهی مکتب در جایش باید بعد از تصمیم گرفتش که مکتب دویومی را در یک قریه خیلی دوردست به نام شغلولی تو شاید این دیگاه از برادر شغلا بودن در جلسه خانه آقای حیدری داشت از جمله آجی سب شهرام ها یک شخصیت فرهنگی بود باز بر رهنمایی از او هم یک ایرانی ما رفتن نمی کنستم به شیفان رفتن در اون منطقه که رسیدن هم میبینم دیم که مکتب رو کتاب کنن تعریف در اون مکتب خوب چیز باز اون مکتب مردم کاملا نشتاش در مکتب چی دیگه تقریبا بیار آزوده ساختد از اون چی اصلا قبول نده که ما مکتب رو نمیخوایی مکتب ما زورش دیده مکتب حالا میکنی تعمیر مکتب موجود بوده مقریه باز قبول کنم یا پس نه باز همون تعمیر خدا شاید خاک برابر کرد پس ما رفتیم دیدیم از یک مکتب ای از این باز دفعه دیدیم یک نوعی دیگه است که برام نوعی بابا است و نامی در پس کارم باز در اونجا من دو شیخ رفتن اونجا
باز رفت مردم یک دو بار طرفدار بود کسی اینا دعوان میکرد اونجا هم میتونی گب گب شد بلاخره اینا آزورده پس ما دونه اصلا قبول نکن باز اونا ترس برده باز دوباره مکتب نیوام تعمیر مکتب را تخریب کرد این منظور از ایست که اون شرایط بود که هیچ امکان نبود که کس برتر رسداد اما مو به قوت خدا و روحانی تانیست مکتب دیج باز مکتب دویم را باز منطقه کرسن کرد پشت مرخم اروانی کرد یک شای کنج بود آقای عرفی خدا رحمت کنه باز با امکاری از مکتب دویم تاسیس کرد خلاصه کلام بعد از اون مکتب ما ادامه دادیم با چالش هایش با مشکلات هایش از حد زیاد خدا شاید مشکل برای ما پیش نوار بر مکتب ما باز پانیست محور یک مکتب سیمیر دوست کنیم ناگفتن نمانه نرخم که برادر اینجا گفت در سال 1361 در جوزا 1361 بود 1361 و این مکتب است که در سطح کل هزار جان در سطح کل مناطق آزاد شده این مکتب بود تاسیس که پس حالا به نام مادر مخاطب یاد میشد دیگر جای اصلا مکتب نبود بعد از 5 سال حزب نهضت در جاغوری دو مکتب رو جور کرده یک در انگوری یک در سنگ باشد بعد از 9 سال محترم دکتر سید سیما شاید نامش آشنا است کلیه اولین مکتب نسوان به کمک روحانی و نت نتنهایی در سنگ ماشه به نام لیسه شهدا یاد میشد رو اونس تحسیز کرد و بعد از وضعیت کم کم عادی شد میرخم مکتب انشاب پیدا کرد باز زمینه به شیدنا مسایی شد باز مخصوصا ما مراسمات تشکیل ندادیم تحت عنوان مسابقه والیبال تحت عنوان الان نتایج میکس میتیم روز از نخبگان از این منطقه بسیار از شهر سیدنی باید ما تشریکی داده شد میکس مراسم تشکیل ندادیم تبلیغ بود مکتب رو دردیم مکتب تشکیل پیدا خلاصه مکتب جاد توسعه پیدا کرد ما هم اینجا چند چالش که سدرهای مهم است در مشکلات از حد زیاد بود باشد به جایش باشد در یکی از مخاطب آوازه شد که بچه ها قرآن برد کرد معلم هم دستین کنم معلم در چالش تب کرد آخرین بچه اینا رو رفتن در اون مرتب تا اینا رو شما فکر کنیم این تو یک توطعه خطرناکی هر بچه مکتب قرآن برد کرد الان که کاملا توطعه یعنی چقدر روزه میخواید، چقدر مقاومت میخواید، چقدر باید از کدام در وارد چین تا بیتنید این قضیه حل کنید. خدا شاید بعد از تلاش های زیاد دو این طرف سرده، این طرف سرده با روحانیت استفاد کرد که کارا نشده به مکتب. اما مولایی که در مکتب اینان سرپرست نکتن هم در مکتب که ما میگرسته یک نفر عالم در اینان سرپرست معلم دینی انتخاب کرده. یک نفر نباید که دو نفره. بازم اون مولا هم دمی باور شده بود که کار شده بازم را ایزو گفت ما کنم برادر تو کلی هفته دمیش تو هست درس میگیم وزیفه هم مسائل دینی است در رحمه شاگزه اگر تو یه حرف هم تو میگی اگر یه حرف کس بیرون جوش آمده آزو کم متوجهش ما کنم اگر این حرف تسبیش چونه که قرآن روشته اولی کس خود تو زیرش قرآن مورد تو بخاطر چیز که سرپرست مکتب هسته وزیفه تو مسائل دینی است و شاگزه درای نیم تدیش نه اینکه خدا رسته ما قرآن روشته نمید خواهی رو پنسان و دیگر اینکه معلم این کاملا نیم اگر پرسان مشتر معلم این مکتب چی رقم این معلم و نو من معلم این خلقی است و مکتب و نو مکتب خلقی اونده مو رقم خدا شده است این حال ما به خاطر از اینکه جذب کنیم مردم دست و قرار و جمله از اینکه ما با دکتر چند وقت کار کرده که یک کلینیک به مردم مرتب یک کلینیک ساده جور رکسایش هسته از اون طریق دوار برای من تازه میکنه که ما چون ما نیاز های مربوط جان در کنیت های جامعه ما زیادتر در کنیت های مستیارد تصورت و قدر علاقه نمیشت اصلا در دروه چون دکتر نبود من فکر بسیار مشکل بود از طریق هر دمی توازش به رسه هدایت نیز دوا میده دیگر از راه دور میمد تا از ما برش تشیر میکرد مکتر میده خوب این از کرد و خدا های قصر کرد در روز شاگردت رایی میکنید باز مرحله بعدی ما دیستیفار چکار کنید مردم جذب کنید مسئله با ما همکار بود که یک مسئله جرمنی به نام اخفایه که او هم کدام دولتی چیز نه فقط مردم بود پس که من رفتم وضعیت از اونها دیدم که اونها بطلق هم از من لگدایی بود از اونها بود پس از اونها باز با اونها پیشنهاد کنم لباس در شاگرد بود ولی دو سال به سه مکتب ما لباس دوزید بود و خدا تا اندازه اثر کرد که در فامیل اگر سه بود چهار بود کلش رای کرد اما که پای کرد مقصد میترست شش سال بعد مکتب برام برام رای کرد در مکتب باز مردم تله قال مقالش برای هم دامد که باید تا چیپو پیدا نمید پیش چیزی که چیپو زیاد بود اصلا باید پیش زیاد مزدور حال اصلا وجود نداره پولی گرفت افراد نمید بازی واقعا هم برای من رنج تمام شد که جامعه ما چقدر پس مانده است اما این قدر معلمین که تلاش نه درس میدن علم آموزه
به اندازه یک لباس ارزش ندارد و این راه را در پیش گرفتیم. خلاصه این چالش ها را خدمت شما عرض کنیم. امیدوار هستم خسته نباشید. به خاطر از این خستگی ما شما را رفع شود و یک صلوات ختم کنیم. در مکتب دیگر در قضیه اگه در مردم خسته بود آمده بودیم که تشناب درست کنید در مکتب گروه با بانه فرکی طرف قبل است آمده در بود یک شب کلی روز تخصیب کرد با صبح مردم ها کاملا ریخت آمد در مکتب دیگه ما از دوشتر بودیم خبرشون از این رفت نام بایید همیشه که یک مشکل پیدا می شد من فهمیدیم که دوای زی در کجا هست ما از چی داره کنیم در خلق بودیم بازی اگه در این سفیدا و اگه در علما واقعا در کنار نیست بود خدا و نجشان بیدن ولی نیست خدا و رحمت کنار بشه بازم اینا رو بیستخت خدا بود رفتیم در اونچ که بود این رال انداخته مردم و یکی در از خود علما شامل از داره که مکتب ما چی ضرورت داره که مکتب میباش ما چی ضرورت داره که یه از سنف شش بالا به نیز درست داشته و چرا از بیرون مکتب میاد چون دیگه جای مکتب نبود در این دو لیسه بود که از دورترین نقطه شاگرد ما داشتیم فقط کسایی که مکتب دوست بودن اون نمت اتاق میگریز در مکتب درست میخواد یا چرا میاد این نفره دیگانه اینجا اون دومو حالت پشنا و چی طور کرده بود بسا خوز زده بیا بود چرا خون مشکل کنید یک دفعه دیگه باز بر من راپور مرسید نفر که هر چیز میشود از اون شاید اداره مکتب ها رو آن میداد یا کسی ما خبر میداد که کلی مردم با کلی معلمین با شاگرد کلی که با سرمعلم این مکتب خراب شده سرمعلم مکتب گفت که توی صاحب باز ایران بنده خدایی فکر شدن خلاص فقط غرض از سنگ اندازی تخریب بازم دورش سفید را همراه خود گستر بودم در بودم رفت بود که امیر شاگرد ها کاملا کلی که یک طرف شده بود من امیر امیر سرمعلم همراه امون شای خالفی بازم خوب بود در مکتب تلچسبی داشت این باید دیده محدود شاگرد ها همراه امون سرمعلم سایی و درادر شمید که بنده یه امتحان نگو ناکه امتحان ها بود دیگه اصلا کس حاضر نبود به امتحان بیرد دیگه رفت امیر سفید های که امراه از من رفت که وضعیت دید یکی جام من دیگه چکار نمیتیم بوده اینجا خب خلاصه زیده به چیز کم کنسا بود او سرمعلم از چنگ مرد خطا داد دفعه دیگه در موقع اعلان های نمرات شاگرده معمولا ما مراسم نگرفتیم باز در اونجا که از بیرون که نفر هم در پیشنات کرد کمی یک درامه جور کنه خب مخصوصا ما یک چیزای علمی جور میکرده که در کس بر نخره اما باز بیرون ما پیشنات کرد که یک انترک یا وستر نمایش ما جور کنه کمی مکتبا یا سابقه مولای فرزند شاگرد زیاد بود آخون رسلا نمیتونست دیگه کتاب نمورد پس میکنه دندوری و اسفر نیامد باز آخون رسی نمیتونست شاگرد ها درس نمیخواهند چور دزمی میزد شاگرد ها مثلا خود سر میده جشور میکرد اما از درس مثلا خبر نبوده میره خیلی یک چیزی پشنهاد ما خبر نشون به اینجا و دیگه در دوران حکومت قبلی دوران ازایی رو بسته دوران داود زمان قرارداد شاید فلانا معلوم باشه قرارداد نفر ارتباطی بین ملت و دولت بود باز اون قرارداد اگه داشت بسیار سوء استفاده میکرد از این موقف به خاطر ترس دولت نشان میداد باز رشوت اون زمان دیگه چیز نبود یا روغن بود یا کدوم چیزی از کس مردم میخواست امیر تحلیل کرده بود باز امیر که نمایش میده باز یک توپ صدا کرد و این موضوع از این اندازه خاط شد که بخیر از سطح جمهوری بیرون برآمد تمام روحانیت به جریان گذاشته شد که گفته شد که تمام روحانی تظیم شده و تمام بزرگان قوم پیشتت را تظیم شده بینید خوی این حال سهل بیتو در مقابل او قدر جمع این منی بیچاره زیادتر مسئولیت در دوست از نام مستقیم بیا این حالت و نوفته نم نکشه اقتدارن بعد از اینکه یک سال همون جمعان یک سال یک نیم سال بازو پس اکی دیران بخ و آقای اکبریم که حامی مکتب حامی ما بودم در بعد از دو سه سال هم اخی کش کده ای کدره من خط تر دارم من دو ما تنها من از این حالی مسئله ازی جریان تقریبا نیمه سال دوام پیدا میده باز بالاخره بورم از دو خداوند خونسا شد این اتخالات بود یک دفعه در لسه هدایه کنید که یک جمع از مردم ملاهای منطقه ریخت آمد اینا را احترام کنید در اداره بود میشند بازی ها چیز کرد که شاگرده و نمیخوام از این مکتب توتیهش علیه ملاها این خدا شاید دروغ نبینیم همه چیزای توتیهش در پرسان کنیم چی توتیه است تاریخ مکتب بود ملاها را جادوگر گفتن از این کمی تحویز شده نوشتن همه چیزا بانا و دیگر این که توبه نعوذ بالله قرآن کریم را کتاب جادوگری گفتن و تصویر را اشتباه در گفتن زبان ما را شده بود تشبیه کرده بود دیگر اونجا ما با
قسم میاد مگر از این مکتب شده از این مکتب های مربوطت اولین کسی که از مکتب استخوان و تا دروازی مکتب هستن لطفا شما اون افرادی که این پارک در این چیز که در تخریب مکتب هست باید کفتش با اینا رو بیشید تا قناعات از اینا بگیره بازو مثلا فضل خود خواست هرچون مثلاش یعنی چالش هایی بود که باز گل آخر در اون شبایت هم همه دو مکتب افتتاح شد دو مکتب نشوان بگویم بسیار با مشکلی باز من این تحولات دوره طالبان دوره وقت ما زیاد تغییرات نامد مکتب های دکتران هم گشت نامد نستوکت نما ما ادامه داریم دوازی مکتب باز بودد بگیم دکتران منطقه چادری سن میکرد مکتب نمید باز این جمهوریت که آمد یک فضای دیگر بر ما باشد واقعا یک فضای خیلی نو ما را خد شده بعد از اون چندین مکتب های دیگر یک نو باز شاید اکسیده باز در سال 13-81 چندین مکتب دوباره بازسازی چیه؟ اختر نو تحسیس کنه مکتب دکتران هستند باز این مسئله خانما بود که اونا از درس محروم مانده بود باز تصمیم گرفتیم باید در اینا مکتب باز کنیم تحت عنوانی مکتب سی وادموزی نه این دکتر سی وادموزی اون ما بود که با کمک بعضی دوستا و بعض آقایی متانستیم که دکتر سی وادموزی در چندین قره در اونا هم بخاطر زید بیشتر تشویق نه لباس چندین سال در نالی باس می دادم بر مواد درسی می دادم بر معلمی شماهاش می دادم دیگه می رکم کار فعالیت ما انجام داریم تا اینکه متاسفانه یک حالت بهش مد نکر بس من دعوتشون جرمنی را کنجی بخاطر کارهای مکتب در مدت یک ماه زیاد فعالیت این دوستایی نو پیدا کنم در مکتب ها باز تست که من بچیم در بشیر جان خیلال اینجا زور بره یک قبلن آمده بود در نویزدن قبول شد باز ما سپانسر که شما باید اینجا بریم بازدمو باور نمیمد که ما برونیم خب رفتیم و ای حد آمده بود از این نامه همراه ما مصاحبه که چیز کرد در وقت چیز شما خبر بازم اون روزی که بچه میدیست خود میره کرد رد شد کردو به کابل به کابل بادم باز بچه زن زد که شما بول نکته دفتر خبر بیدیم کار شما جوش کردیم این خدا و شاید زمانی که من یه خواستی می ترد باییم مثل که من تو پشتار با مکنون رو همسر مسر در وقت بگی چیز این دور ملت مکتبی رو را آورده خدای ما چی کار خدا مشکلی مگر بیشیم اینجا آورده چی کسی میتیگه رو اگر یار نمانون که نریم دیگه رو ما زیر سوال مانیم تمام بزنده این را ممکنه مرا محکوم کنه که توی حسد رو باشه خلاصه آمدون تا اینجا ما مثل از یک مطلب بند خانه مانیم خب خلاصه مده چند وقت که باز پس رفتیم بعد از او هم اصالت داد پس رفتیم آوانستان باز می آمدون در استرالیا دوستایی هست اینجا امید مراسم تشکیل میکرد باز ما از کشنا کمک بر مکتبا میخواستم پیسه جمع میکرد در جلد میکرد که گفتر خدمت جا بود سپاسگزارم از شما برادر آفت سپاسگزارم از تک تک شما و این محفل که امروز تحصیل شده به مناسبت تشویق نخبابان ما کسایی که در راستا کار نخ خداوند به خاطر این خوب توفیق بیشتر نایت فرماید ما شما ملت شما مردم تا قازامند پشت نار بگیریم از اولیای شاگردان ما تقاضا مندیم خدا یک پدر را یک مادر را محصولی و چیزی اولاد نکنه که پیش اولاد کم باید یعنی خجالت نشه پدر همین که اگر بشه و شیاش ناطق بود تو در اطلاق مسجد مسجد که یک مادر حق است اونمو رقم که والدین سر اولاد حق دارد اطفال بیشتر حق سر پدر دارد باید در دشت تاجه میشه باید در گیباشی باید در خوراکشی از رای حلال باید کار کنه ما امیدوارستم که پروسه رو باید شما تشویق کنیم سپاس گذاریم از تب تک شما انجمن سوا و این یک از ارمان های ماست که یک همه تواد جاوری میخواستم این کاره و شودم و مرکم که از مسلین از شاگردهایی که واقعا ممتاز است همیشه مراسیم به عمل میولی سپاس گذاریم از تب تک شما و ببخشیم که وقت شما زیاد گرفتم خدا شاید از این در محفل شما در جمع شما قرار دارم من زیاد خوشحال هستم و در ضمن از پیام یک از استادای ما که او هم خیلی زیاد در مکتبا در کناریم بود کار کرده بود برای ملی مدد کریمی که تشکر کنم این مشخص شما بود سلام از دورم به شما میرسانم که او فعلا اون مهاجرش آمده در نیوزیلند در اینجا هستم موفق باشین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
What a heart-touching moment. Now I'd like to invite Avai Fayaz, the co-founder of Green Corporation, to present a small gift on behalf of Green Corporation. Please give him a round of applause.